میگذاریم از یک مرحله صحبت ها میگذاریم، اما یک مسئله را بیان میکنم. ما به مسابه یک تاجک، ما در بن به مسابه تاجک ها رفتیم، افغانستان فروختیم بر 45 مملکت، خودمان این تاریخ میگه، بله فروختیم و آمدیم، القاب گرفتیم، رتبه ها گرفتیم، معاون شدیم و وزیر شدیم و اتفاقا عمدتاً کلمون از یک محل، رئیس امنیت از یک جای، وزیر داخله، معاون رئیس جمهور، کلش از یک جای. صحیح، من میپذیرم، چون در بین تاجیکا بجز از یک منطقه دیگه منطقه ازی اصلا چیزی را نمیفهمم، به این ایمان دارم. حالا میاییم سر اصل موضوع. گپ من اینجاست لالا، گپ من اینجاست که من چرا زیاد لاف بزنم، چرا زیاد لاف بزنم. هلیکوپتر پیش ماست، بله، وقتی خدا ما رهبر یک جبهه اپوزیسیون، یک حکومت تازه تأسیس شده که 20 سال جنگیده و نو گرفته و بعد امریکایی هم فرار کرده، اینو تی یک حکومت آمده فعلا، و حالا برادر گل، ما از این حکومت در چپگرمک تانگ بردیم به ولایت خود، هلیکوپتر بردیم، سلاح بردیم، مهمات بردیم. فیسبوک چلاونکی های من میگه که جنرال صاحب مچن فلانه همونجاست، قماندان صاحب مچن فلانه همونجاست، بسمدانی جان همونجاست، فلانی گک همونجاست. خواه هلیکوپتر دارم، تانگ دارم، نیرو دارم، بیشترین نیرو هم تمرکز کرده در منطقه ایم. بعد ما دیگه تا قبر پدرم میتونه دشمن بیایه، جا نداره که خودکشی کنم. پس ما چی رقم قماندان هستم لالا؟ آیا ویدیو را ندیدیم که در داخل استادیوم پنشیر تیارمت به صاحب مانده بود و از او هیچ استفاده صورت نگرفته بود؟ وقتی با این همه ماشینری هستیم در جنگ میبازیم، باید بپذیریم، بپذیریم که پنشیر دوره روس نیست، چون ایمان ها ضعیف شده لالا، ایرا بخوایی نخوایی، پنشیر دوره پهلوان احمد جان نیست. پهلوان احمد جان بزرگ از خطه پنشیر بلند شد و رستم افغانستان شد که درود بر او و بر او افتخار میکنیم. امروز تمام دوستان و نزدیکان از او در افغانستان و در کابل مواد مخدر میفروشن. آیا گنده ترین فروشنده های مواد مخدرمون از همون جا نیست؟ که هست. آیا پنشیر اولین بار، آقای سارنوال کرام اولین بار در تاریخ افغانستان، سارنوال صاحب کرام شورای نظاری، دخترای فوتبالیست افغانستان بی تنبان در مسابقه وارد نکرد؟ بدون تنبان رفته بود، باز گفت من نمیفهمم، باز قصه بی‌ناموسیتی هم بلند شد، امیر رقم نبود؟ آیا این ایمان ها تزلزل پیدا نکرده؟ آیا اون سلحشور مرد مجاهد راستقامت پنشیری که با تلخان و آب مبارزه میکرد، تانگ از پای در می آورد، امروز دیدی که با تانگ و توپ و تیاره و همه چیز آمدن گرفتن من، ایمان من ضعیف شده مردای بزرگ، ایمان من به مراتب پایین آمده. اینجا ما از جنگ بچه های مردم در جبهه من میگیم و اونجا رئیس خود بنیاد مسعود در ژنو هست، برادر دیگهش در جای دیگر هست، فلانی جان در دیگه جای هست. خوب است، پس تو در لندن بشین، ما در پنشیر بجنگم. تا چی وقت این مادر سلحشور سربلند پنشیری برای استفاده های ابزاریتان بچه های بزرگوار و تنور و و و و قوی خود یکه یکه بجوخه جوخه بته به سمت اعدام؟ تا چی وقت؟ دامی دوره مقاومتی که هیچ چیز به دست نیامد جز سرفگندگی، چقدر جوان پنشیری مرا به خاک دفن کردین ای مافیای وحشتناک؟ مرا تمام پنشیر میدانم، در خانه پنشیری واقعی نمک خوردیم و با افتخار از این مردم احترامش را دارم. آیا شعر پنشیر دردمند ما به کی خواندم؟ به مردم این سرزمین خواندم، به اونم مومه خواندم، به اونم آچه خواندم که فرزندان بدبختش در اینمی شب و روز در اینمی حرکت نابخردانه از دست داد. آلا لالا، من با مافیای پنشیری گپ میزنم، با تو پنشیری واقعی حرف نمیزنم لالا. مرگ باد بر او فرمانده ای که از یک حکومت بریده در قدش تحویل هم گرفته میشه، گفتگو هم صورت میگیره، تانگ هم داره، توپ هم داره، تیار هم داره، چلتای ای آمد سیفی و مچمی فلان هم ای ها کیستن لالا؟ ای تنها یک چهار تا آدمک های فیسبوکی که من بپندان تو بپندان، او بپندانه او بپندانه. دیدی دیگه؟ دیدی سیفی صاحب؟
دیدی که بسته قط تانگ و توپ و کماندو فلانت قط چپلق آمد و یک کلاشینکوف چی تو گرفتنت کرد قط چپلق. ما دوره که از چاردر قندوز می گذشتم یک چیز در ذهنم خطور کرد، بدون ای که از هیچ کسی حراس داشته باشم، بدون از ای که بعد گپ حقیقت میگم در رای حق اگر کشتم شوم شهید هستم، از چاردره چک پوینت طالبان استادمون کرد بچه هایی که چپلق پلاستیکی در پایشان با یک کلاشینکوف. در شب و روزی که قندوز سقوط میکنه و این طرف میای که تانگ است که راکت است که زره است که فلان است که بسمدان است، شکم سیر امکانات بالا، اوجا شکم گشنه امکانات پایین، اما در اونجا چیست که پیروز میشن؟ در اونجا چیست که پیروز میشن؟ در اونجا چیزی دیگری است حتما که پیروز میشن. در اونجا که تصمیم میگیرن به تصمیم نهایی خود میرسن، حتما چیزی دیگری وجود داره به نام انگیزه، به نام انگیزه ای که باید مبارزه کرد. اینجا از حرکت از بالا جای خط است. کل هدف امیست که من اینجا یک چند نفر بکشم که جامعه جهانی بیاید بگوید که فلانی جان و بسمدانی جان اینقدر نفر تلفات داد و این جبه باید این تو شوه و این جبه آن تو شوه و او جبه این رقم شوه. کدام جبه لالا؟ کدام جبه؟ جوانکای بدبخت ما را کشتین به نام این جبه، او ریش سفید قماندانی که با روس جنگیده بود پنشیری را کشتین، فهیم دشتی بزرگ مردی که در حقیقت یکی از کاجهای بلند آزادی بیان و خبرنگاری بوده کشتین، جنرال ودود ذره را کشتین، بهلول بهیج را کشتین، نتیجه چی؟ قبر احمدشاه مسعود هم گرفتن. پس شکست خورده ایم عزیزم، لاف بند کنیم دیگه. کدام لاف میزنیم؟ فلانه جای تصرف شد، 5000 طالب دستگیر شد، اینقدر اینطور شد. پس لاف میزنیم لالا، پس لاف میزنیم. و او دخترها، یک گپ براتون میزنم، مجموع اونمو دخترایی که خود پیش کردن با یک تعداد از سربازان طالبان، عکسایشان که برآمده، اینگکا توسط کیس ها خارج میرن، اینیسیای لشکر تو خود خراب میکنی، تو نمیتونی برای لالا، تو برآمده نمیتونی. هدف چی بود که ما میبراییم و طالبان ما را به حد میزنن که باز ما ای را کیس جور کنیم. اتفاقا برخواد اونو کاکایی که نگفته بود در لایف، در یک لایف گفته بود که بچیم که جنرال رازق که یک کس گپ میزد، حقیقت هایی در مورد جنرال رازق که گفت، باز اونمو کاکا در اینمین جا بود به نام جنرال صاحب مبین، بچیم چی نام داره، اینمی میگه او خاله اجازه بده یک کلمه گپ بزنم، یک سره دیگه اینا گپ زده میرن، یک سره گپ زده میرن. کجای این ویدیو را اگه من خارجی باشم خب میگم اینجا طالب میگه که اجازه بده گپ بزنم، تو اتفاقا او را اجازه نمیتی که گپ بزنه. من از هیچ کس دفاع نمی کنم، آنچه حقایق هست میگم، آنچه دفاع اگر من می کردم و اگر از جنایی گپ می زدم، باید در دورانایی که امریکا که بادار کل می بود گپ می زدم که چند روپی به دستم می آمد، چند روپی به دستم می آمد. آن دیگر من از کی گپ بزنم؟ آنچه حقیقت است میگم و در برابر نابرابری ها استاده می شم و در اینمی را می رم به پیش و در اینمی را با افتخار که کشتم شوم حرفی نیست، هیچ حرفی نیست. بان که کشته شوم در رای حقیقتی که حرفای باید گفته شود. در بدخشان دو تا زن کشته شد، در فلانه جای فلانه کشته شد. خانواده هایی که در اینمی مظاهرات کسانتان کشته و زخمی شد، کسی از این جبهه برای دلجوییت یک دقیقه هم رایت گپ زده؟ تو را به قرآن اگر نگویی بناهن به این نتیجه می رسیم که جبهات که منفعت داره برای عده خاصی، دیگر ما اجازه را نمیتیم که بریم در جای دیگه. تو مرا نگو از جبه فلانه چرا گپ نمیزنی، نه مرا نمکرام نگو لالا. ما کدام نمکرام؟ دو سال ماش ما بالای تلویزیون نورین مانده، ما به این حکومت تازه که اگر تأسیس شوند و راه های عدالت گسترانه ای داشته باشه، با مجموعی تمام خبرنگارا میریم و میگم ما اینمو آدم هاییستیم که اینمی رئیس تلویزیون نورین در پشت لنکروزر خود تا حد دلار از بگرام میاورد که موتر ششتگی و ما ماش نمیداشتیم، در پنشیر میرفت گوسپندار میخورد میامد و یک روز گلونش گرفته بود به خاطر که حق ما را گرفته بود. آیا چنین نبود؟ آیا زنکبازی نمی کرد؟ آیا تمام اسنادش افشا نکنم؟ آیا به نام مکتبخانه مسعود چی بدبختی هایی را میخواست انجام بتر نگویم؟ آیا هدف از مکتبخانه مسعود ساختن چی بود بگویم؟ پس دیگه من نمک کسی نه، نمک مرا خوردن اونا، اونا حق ما را خوردن.
حق ما را خوردن لالا، حق ما را خوردن. و بعد هر برنامه معامله های وحشتناک صورت می گرفت. آیا رئیس تلویزیون نورین لعین صدها نفر تاپه نکردی؟ نگفتی که این توسط برنامه مبله های عیسوی شده بود؟ ایره نگفتی؟ در حالی که عیسویت نر واره من افشا کردم و تو سک واره از این پیسه به دست آوردی، اما تو نبود؟ نمک کی رو خوردیم؟ و این حقیقت ادامه داره لالا. من از هیچ کسی نمی ترسم، چون از خدا که ترسیدم از هیچ کسی نمی ترسم. دست تام آخرین بادارت خلاص، دست تام آخرین بادارت خلاص. این کارا رو انجام دادی و پس از این دیگر نمیتونی انجام بدی لالا. دیگه آره، او فضا گذشت، او لحظه گذشت که به خاطر ار الهی مادران ما فرزندانشان بکشن. پایان شوین از کو و مردانه زندگی کنین. لعنت برای آنانی که خودشان در ژنو و تو را در پنجشیر میکشه. یکی خلاص.